فکر می کنم سرکوب و آزادی بیان بسیار ناگوار است و این کار با روش های مختلف صورت می گیرد. رسانه ها زنان یا اعتراضات سرکوب می شوند و آنها خانه به خانه دنبال مردم می گردند و می خواهند مردم را مجازات کنند و این تلاش های آنها ادامه دارد. فکر می کنم این وضعیت بسیار ناگوار است و باید از راه های مختلف آنها را واقع بسازیم که جهان از رفتار آنها آگاه است و آن را نمی پذیرند. ما نباید افغانستان و آنچه را که در افغانستان اتفاق می افتد فراموش کنیم. فکر می کنید تا نه ماه گذشته ایالات متحده به اندازه کافی طالبان را تحت فشار قرار داده است تا دا به میارهای حقوق بشری احترام گذارند؟ ما باید بهتر اقدام کنیم و فقط صدور اعلامیه های سخت کافی نیست. به نظر ما باید با روشی کار کنیم که سایر کشورهای اسلامی را در برابر طالبان منسجم سازیم. کشورهایی که عمدتا مسلمان هستند و باید بگویند که رفتار طالبان قابل توجه یا همسو با حصول اسلامی نیست. از نظر اینکه طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند یا اینکه در سازمان ملل متحد کرسی به دست بیاورند یا در سفارت ها حضور داشته باشند باز هم مربوط تصامیم وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می شود که نباید برای آنها این حق را بدهد اما باید برای طالبان گفته شود که اگر میخواهند با حصول مدنی بین المللی رفتار کنند باید به با مردم و حقوق بشر احترام بگذارند ما شاهد بدترین رفتار آنها هستیم به همین خاطر باید در برابر آنها قوی بمانیم و در سطح بین المللی باید فعالانه استادگی کنیم ما باید با استفاده از تمام ابزار که در دست داریم اعمال فشار کنیم و بگوییم که رفتار طالبان قابل تحمل نیست در یکی از گزارش ها آمده است که طالبان شمول از معلمی را استخدام میکنند اما در مورد بازگشایی مکاتب چیزی نگفتند به نظر شما ها با این کار خود چی را میخواهند ثابت بسازند؟ think that's exactly right. I think when they make... به نظرم با همچو اقدامات آنها میخواهند به ما نشان دهند که رفتار آنها مثبت است اما واقعا غیر قابل باور است که دختران صنوف ششم با بالا مکتب رفتن نمیتوانند و واقعا ناراحت کننده است و خاطر آنها ما اندوهگین هستیم که از دختران میشنویم که میگویند آینده ای ندارند آنها باید بتوانند درس بخوانند آرزوهایی دارند که برای آنها اجازه دهند آنچه طالبان میکنند بر رفتار آنها در دهه نوت برمیگردد ما اکنون افغانستان تغییر کرده است و به نظرم این وضعیت این طور ادامه نخواهد یافت ما باید یک جا در برابر آن مقاومت نماییم و نباید تحت تاثیر اقداماتی که اشاره کردین قرار بگیریم به یاد دارم که چند ماه پیش طالبان گفتند که با زنان با احترام برخورد خواهند کرد دختران به مکتب خواهند رفت و همه چیز خوب خواهد شد اما تا اکنون طالبان فقط با وضع دستورات و محدودیت های زنان را در وضعیت بدی قرار دادند زندگی آنها تحت نظر است و کاملا ارزش های انسانی زنان سلب شده است و با زنان با عنوان ملکیت شخصی برخورد می کنند ما شاهد اپارتاید جنسی در افغانستان هستیم که زنان با قواعد شده باید زندگی کنند و آنها باید در خانه بمانند یا چطور لباس بپوشند و به مکتب نروند حتی زنان حق دریافت جواز رانندگی را ندارند این شرایط بسیار مخرب است و حق انسانی و حقوق بشر را متحصر می سازد که باید متوقف شود طالبان برای دست آوردن مشروعیت تلاش می کنند و اخیرا های برگزاری یک شورای بزرگ مشابه و جرگه نیز دیده می شود و شما همچون روی داد می تواند که بر رهبری طالبان مشروعیت ببخشد در صورتی که مردم در شرایط سخت گیرانی آنها در وضعیت بدی گیر ماندند. Well, طالبان برای مشروعیت رهبری خود باید بسیار کار کنند نخست از همه آنها تا اکنون هیچ نوع مهارت حکومتداری را نشان ندادند آنها از مردم مراقبت نمی کنند و هر روز یک دستور پس از دستور دیگر صادر می کنند و زندگی مردم را هر روز دشوارتر و تر می سازند آنها فقط اقدامات می کنند که معنی ندارد و هر روز شاهد اتفاقات تازه در داخل افغانستان هستیم ما باید از روش هایی که داریم استفاده کنیم و همراه با جامعه جهانی تلاش نماییم تا آنها رفتار خود را تغییر دهند. رفتار آنها قابل قبول نیست و برای رساندن صدای زنان و دختران افغان در برابر رفتار طالبان قویتر برخورد نماییم و مانع محو حضور زنان از اجتماع شویم طالبان تلاش دارند تا زنان را از اجتماع ناپدید کنند و همین خاطر اکثر زنان جوان به خصوص با شجاعت در برابر شرایط سختگیرانه طالبان مقاومت نشان می دهند. در اعتراضات شرکت می کنند تا جهان از وضعیت فیلی افغانستان با خبر بمانند و مردم افغانستان خودشان این راه زندگی برای آنها نیست و شرایط طالبان برایشان قابل پذیرش نیست با همین خاطر برای ما پیام های قوی میفرستند و فکر می کنم حداقل آنچه ما می برای آنها انجام دهیم صدای آنها را به گوش دیگران برسانیم و ما باید از ابزار فشار خود از میکانیزم بین المللی استفاده نماییم تا اقدامات مؤثرتر در برابر طالبان انجام شود. شمول از کارشناسان و مقامات اروپایی به خصوص روی مذاکرات و دخیل ماندن در مسائل افغانستان تاکید می کنند. از سوی دیگر توماس ویس نیز در سفرهای اخیر با مقامات کشورهای میانه و امارات متحده عربی هم صحبتهای داشته است. به نظر شما این تلاش ها برای تغییر رفتار طالبان کافی است و نتیجه خواهد داد؟ شما یک سوال مهم را مطرح کردین با خاطر که باید مذاکرات انجام شود و طالبان اکنون رهبری کشور را بر عهده دارند و اما باید مطمئن شویم که وضعیت بدتر نشود و حتی از این بیشتر بدتر نشود اما طالبان باید از موقفی که قرار دارند باید پاسخگو باشند هر نوع مذاکرات در اصل نیاز به پاسخ با آن دارد که چین می میتواند در افغانستان دخیل باشد سفرها به با پایتختها و سایر فرصتها و ملاقات با وزارت خارجه می به این پروسه کمک کند. و به مثال به زودی از شورای امنیت روی رفع تحریم ها علیه رهبران طالبان تصمیم گیری خواهد شد و شماری از آنها از این تحریم ها به خصوص تحریم بر تردد یا سفر آنها ماف می شوند. این مافیت باید لغو شود. به نظرم پرسش مهم این است ما نمی توانیم تحت عنوان این که مذاکرات باید انجام گیرد برای طالبان امتیازات قائل شویم در حالی که این نوع مذاکرات سود دو جانبن ندارد و طالبان تغییر رفتار ندادند و ما هر روزه شاهد هیچ نوع تغییر مثبت در رفتار آنها نیستیم و هر روزه ما از خود میپرسیم که اقدام بدی طالبان چی خواهد بود؟ آنها هر روز فشارهای ناگوار بیشتر را اعمال می و به همین خاطر مذاکرات باید کارساز باشد و نتیجه بدهد. شما از نظر سیاسی اقدامات واشنگتن در قبال افغانستان چطور عذبی می کنید؟ به شما سیاست امریکا در قبال افغانستان تغییر کرده است؟ و یا که افغانستان را به دست فراموشی سپردند؟ well, I think به نظر منوز هم کسانی در حکومت هستند که واقعا آنچه می توانند انجام بدهند تا به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه دهند. در حال آزار مشکلات نیز گریبانگیر آنها شده است که بالا رفتن قیمت ها در امریکا است که قیمت تیل یا پرداخت مصارف مواد غذایی و غیر است که جنگ اوکراین باعث آن شده است و زندگی را پیچیده تر ساخته است. اما حکومت باید در همه حال فعال بماند و به همه مسائل مختلف در هر سطح که باشد رسیدگی کند و با وجودی که به نظر مسائل جدی دیگری نیز سایر کشورها وجود دارد اما این مسائل نمی تواند باعث شود که از جدی بودن وضعیت افغانستان چشم پوشی کنند و همین خاطر باید بهتر اقدام کنیم.